سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 23 نوامبر 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. این خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. برگزاری اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی سازمان پیمان امنیت دست جمعی. روسیه در تاجیکستان S-300 نصب میکند. احمد مسعود: افغانستان به طالبستان تبدیل شده است. 23 نوامبر 2023، اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. به قول رسانه ها، پیش از این یک هیئت از تاجیکستان با رهبری سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی به بلاروس رفته بودند. در آن هیئت وزیر مدافع شیرعلی میرزا و کاتب شورای امنیت نصرالله محمودزاده نیز حضور دارند. هدف از سفر این هیئت والامقام تاجیکستان به بلاروس اشتراک در جلسه مشترک شورای وزیران کارهای خارجی، شورای وزیران مدافع و کمیته کاتبان شوراهای امنیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارزیابی می شود. گفته می شود دیروز 22 نوامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در جلسه نوبتی شورای امنیت دست جمعی با حضور سران کشورهای عضو این سازمان با بلاروس رفته بود. اینچنین در رفت این سفر پرزیدنت تاجیکستان با پرزیدنت بلاروس هم ملاقات کرد. در رفت ملاقات جانب ها در باره توسعه همکاری های اقتصادی تجارتی و نظامی صحبت گردیده است. روسیه به تاجیکستان 8 سیستم پدافند دفاع هوایی S-300 را تحویل داد. در این باره خود رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 نوامبر اعلام کرد. ولادیمیر پوتین ضمن ملاقات با اعضای حکومتش از سفر رحمانوف به مسکو گزارش داده آن را خوب ارزیابی کرده است. او ضمناً اشاره کرد که روسیه در چارچوب ایجاد سیستم مشترک دفاعی هوایی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تاجیکستان 8 سیستم S-300 داده است. ما علاقه دو بسته سیستم های ضد هوایی S-300 خود را به تاجیکستان انتقال دادیم. اینها 8 دستگاهی پرتاب کننده می باشند، شرح داد پوتین. باید گفت که خود امروز 23 نوامبر در مینسک نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی جریان دارد و گفته می شود در آن مسئله تشکیل سیستم یگانه دفاع هوایی کشورهای عضو این سازمان بررسی شد و روسیه هم تاکید کرده که در چارچوب این روند کشورش به تاجیکستان این سامانه دفاعی را تحویل داده است. پوتین در ملاقات با اعضای حکومتش تاکید کرده که مسئله انتقال باقی مانده از سامانه های دفاعی هوایی S-300 را به تاجیکستان تا آخری همین سال به انجام رساند. یادآور میشیم که 21 نوامبر امامعلی رحمان با سفر رسمی واردی مسکو شد و با پوتین ملاقات کرد. نخست گفت و شنید دو جانبه صورت گرفت و سپس مشورت ها با اشتراک هیئت ها ادامه یافت که در نتیجه بسته از سندهای همکاری دو کشور به امضا رسید. با گفته برخی تحلیلگران، روسیه پس از شروع حمله هایش با اوکراین و روبرو شدن به تحریم های غرب در چارچوب سازمان پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد بین کشورهای اعضا یک سیستم دفاع نظامی یگانه در مقابل غرب ایجاد کند. 10 نفر از نمایندگان گروه های مخالف طالبان که بعد از دوباره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان از این کشور خارج شدند، امروز در مسکو گردی هم جمع شدند. بنا به اطلاع رسانه‌ها 23 نوامبر 2023 10 نفر از نماینده های نیروهای مقاومت افغانستان با دعوت حزب روسیه عادل به مسکو رفته، همایش را زیر عنوان افغانستان بین گذشته و آینده راه به سوی صلح عادلانه و رشد استوار برگزار کردند. در بین کسانی که در این همایش حضور دارند، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان و دیگران می باشند. در این نشست که یکی از سخنرانهای اساسی آن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بود، با اظهار نگرانی ایرای شکایت و گلایه های از طالبان نظام جاری در کشور را زیر سوال قرار داده، تاکید کرد که امروز افغانستان به طالبستان تبدیل شده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید کرد که قوت افغانستان در احترام به تنوع قومی، فرهنگی، زبانی و تاریخی آن است. هر گروه که بخواهد
با حسب دیگران خود را بر مردم تحویل کند، شرمساری تاریخ خواهد بود. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان هم یک دیگر از سخنرانها در این نشست بود، گفت امریکا اشرف غنی و طالبان را نماینده خود و مجاهدان را دشمن خود میپنداشت. گفته میشد این نشست مخالفان طالبان در مسکو در همان تالار برگزار میشود که دو سال پیش طالبان با دعوت وزارت کارهای خارجه روسیه به مسکو رفته آنجا چنین یک نشست را برگزار کرده بودند. از زمانی دوباره سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان تا حال زیاده از 27 ماه میگذارد و روز به روز مناسبت های اقتصادی و تجارتی و رابطه های سیاسی بین کابل و مسکو بهتر می شود. ولی روسیه برای نخستین بار است که به صورت علنی یک چنین همایش را با حضور مخالفان طالبان در مسکو برگزار می کند. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتونید شرح مفصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتی وی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دوتی وی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.